و یا سر و صداها به خاطر این فرد و همچنان خود این فرد خیلی سر و صداهایش بلند شد. سکونت اصلیم از ولایت پنجشیر است. حامد کرزی کسی بود که یک نظام خوبتر نسبت به رئیس جمهور غنی داشت. با یهود و نصارا دشمنان اسلام دوستی کردند، کشور را در چنگال استعمار قرار دادند. شما عضو امارت اسلامی هستید؟ الحمدلله ما عضو مجاهدین امارت اسلامی هستیم. اینها نه تنها که در برابر امریکا ایستاد نشدند، بلکه همین ها امریکا را آوردند. شما بیرق یا پرچم سرنگ افغانستان را فکر میکنم آتش زده بودید. به نام خداوند تعالی، سلام خدمت شما وطنداران و بینندگان عزیزی که در هر کجای از این کره خاکی هستین. خوشحال هستم که من هماین افغان امروز در این گزارش بازم در خدمتان هستم. دوستان عزیز، در گزارش امروز میخوایم برم پیش یکی از شخصیت هایی که خیلی در یک و دو سال اخیر خیلی غوغا برپا کرد، اگه قسمان بگویم درست است، و یا سر و صداها به خاطر این فرد و همچنان خود این فرد خیلی سر و صداهایش بلند شد. پس از آمدن طالبان به شهرهای مختلف افغانستان، خصوصا کابل، باز هم این مرد سر و صداهای بلند کرده که یک تعداد زیاد مردم مخالفت خود را نشان دادن به این کارش و یا به این سر و صداهایش، و یک تعداد هم شاید خوشبینی خود را نشان دادن. من میخوایم به یکی از بخشای شهر کابل که خودش آدرس گفته بره ما اونجا بریم، امرایشان گپ بزنیم و امروز میخوایم که به گونه مفصل خود را معرفی هم بکنن، خودشان کجا زاده شدن و چند ساله هستن، چه کارهای انجام دادن. اینی گپا را همچنان شما خود بیننده بودین در امی گزار شما، و نگفته نمانه که این آدم کس دیگه نیست جز حمید خراسانی، عبدالحمید خراسانی، کسی که امروز میگه که مقاومت دوم کار درست نیست. کسانی که در پنجشیر مسلح شدن، جبهه مقاومت دوم را تشکیل دادن، این کار درست نیست. ایستادگی در مقابل امارت اسلامی و یا ایستادگی در مقابل طالبان کار درست نیست. به امو دلیل خودش با تعداد از افرادش که هستن سلا گرفتن و کابل آمدن. ای که کدام وظیفه رسمی داره تا هنوز یا نداره، و ای که کیها همکاریش میکنه، کیها پشتیبانیش میکنه، ای سوالی است که خودش پاسخ خواهد گفت. اما خودش تا هنوز میگه که من طرفدار حق هستم و طرفدار امارت اسلامی هستم و یک نظام اسلامی است، همگی باید طرفدار همین نظام باشه، من خودم هم طرفدار همین نظام هستم، خراسانی میگه.
سوالات خیلی زیاد در ذهن شما خطور میکنه، سوالات زیاد شما به من مواصلت کرده که تمامی سوالات را جمع کردیم و دانه دانه از حمید خراسانی میپرسم و اونا هم برتان پاسخ خواهد دادن. رابندان میبینین خیلی زیاد است، شما هم مرا همراهی بکنین تا به منطقه خراسانی برسیم، پس از او به مرکزشان برویم و سوالات خود را ازشان مطرح بکنیم. ما را همراهی بکنیم. سلام مجدد دوستان عزیز، بالاخره اما قسمی که وعده کرده بودیم ما به منزل عبدالحمید خراسانی آمدیم، کسی که در موردشان من اندک معلومات دادم برتان، اما واقعا دفعه اول است که من با ایشان از نزدیک میبینم. گفتنیای بسا فراوان وجود داره، سوالات خیلی زیاد وجود داره که من از ایشان به نمایندگی از شما میپرسم و شما هم گوش بتین به گزارش امشبمان و ببینین که چقدر پاسخهای عبدالحمید خراسانی حق به جانب است. واقعا سلام به شما، بسیار زیاد تشکر از اینکه قبول کردین تا ما همراه شما صحبت بکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. علیکم السلام. بخیر و سلامت باشید. خوش آمدید. شکر. اگر اجازه باشه من میخوایم از اینجا سوال خود شروع بکنم که عبدالحمید خراسانی زاده کدام شهر افغانستان است و چند سال پیشتر از امروز به دنیا آمده؟ سلامت باشین. تشکر از شما. ما اصلا سکونت اصلیم از ولایت پنجشیر است و تقریبا 36 سال پیش ما به دنیا آمدیم. یعنی 36 سال است. 36 سال است. چند سال است مبارزه میکنین؟ خب تقریبا بیشتر از 5 سال میشه. ما در برابر ظلم، استبداد و بی‌عدالتی هایی که از طرف حاکمان نظام نامشروع قبلی وجود داشته به خاطر تحکیم عدالت و تطبیق شریعت اسلام در برابر حاکمان ظالم و مبارزه میکردیم. آقای خراسانی، وقت از نظام گفتین، وقت از حاکمیت گفتین، از مشروع و نامشروع صحبت میکنین، چقدر تحصیلات دارین و چقدر سواد دارین هنوز؟ سلامت باشین. ما 12 سال مکتب خوندیم، بعد از اون ما تحصیلات ما در بخش علوم اسلامی است و مثلا که ما همچنان در رشته حقوق، در رشته در بخش جیسپی هم ما تحصیل کردیم و بخش مسلک جنایی هم هستیم. 13 سال در نظام قبلی در صف نظام هم بودیم، صادقانه خدمت کردیم، ولی از اینکه ظلم بود، بی‌عدالتی بود، فساد بود و کفر و الحاد بود، جنایت بشری بود، ما از نظام کنار رفتیم و یک جریان سیاسی اسلامی به خاطر تطبیق شریعت اسلام و دفاع از حق مسلم مردم کشور ما ایجاد کردیم. شما در دوره حامد کرزی در نظام بودین؟ بله. در دوره رئیس جمهور غنی بودین؟ نه خیلی. فکر میکنین حامد کرزی کسی بود که یک نظام خوبتر نسبت به رئیس جمهور غنی داشت؟ خب آقای کرزی هم همگی شاهد کارنامه هاش بودن، ظاهرن که برای مردم از نگاه اسلامی خو مشروعیت نه اونها داشتن نه اینها داشتن، چون شریعت اسلام را هیچ کدامش تطبیق نمیکردن، غلام و برده استعمار بودن. ولی نظام آقای کرزی نسبت به آقای غنی کمی بهتر بود، که زمینه کار و زمینه یک لخمه پیدا کردن نان برای مردم بود، که اونقدر ظلم و استبداد و تبعیض سیستماتیک نبود. صادقانه آدم باید است که حقایق بگوید. نظام آقای کرزی کمی اندک بهتر از نظام آقای غنی بود. فکر میکنین قهرمان افغانستان کی ها هستن؟ قهرمان افغانستان مردم مظلوم و بیچاره ای است که
از هر طرف مورد ظلم و ستم و استبدال قرار گرفتن و تا این دم قربانی تمام جناها همین مردم مظلوم و بیچاره هستند. پس قهرمان همین ملت مظلوم است. شما 13 سال در حکومت حامد کرزی وظیفه داشتین، در حکومت حامد کرزی که گفتم، و پس از او آغاز کردین به مبارزه علیه ظلم و استبداد. خرچ و مصارفتان را کی تامین میکرد؟ خب در ایجاد نهضت ها و جریانات سیاسی در تشکیلات و ماده های اساسنامه و مرامنامه از اونها حق العضویت یکی از مواردی است که اعضای یک نهضت و یک جریان و مقدار تعیین شده از طرف حلقه باید از بپردازند. اکثرتا ما خرچ و مصارف جریان سیاسی ما را که نهضت اسلامی بود از حق العضویت اعضای خود میپرداختیم. بعضی موارد اشخاص وطن دوست و خداپرستی بودند که همکاری میکردند، ولی به او مقداری که احزاب دیگر وابستگی به کشورهای اجنبی و استخبارات بیگانه بودند، ما الحمدلله استقلالیت خدا داشتیم. از بزرگان سیاسی کسی با شما همکار بود، پشتیبانی سیاسی داشتین بدون شک؟ خب روابط سیاسی ما بیشتر از اشخاص داشتیم، مخصوص با استادات ها بیشتر از دیگران ما یک روابط یک رفاقت داشتیم. همکارتان بود تقریبا؟ یک روابط سیاسی بود. حالا چطور است این رابطه؟ خب ما با هیچ کسی تو کلا مخالفتی نداریم، ولی هر مخالفت و انتقاد ما به خاطر منافع مردم ما بوده. اگر در هر جنا و طرفی که حق مردم ما پایمال شده و خیانتی در حق مردم ما صورت گرفته، ولی او از اقارب و نزدیکا و دوستان ما باشه، ما انتقاد اما نقد معقول خدا داشته بودیم. تشکر. آقای خراسانی، بینندگان عزیز، شما در جریان هستین، از طریق رسانه های اجتماعی بیشتر آقای خراسانی صدای خود را بلند می کرد و گپ اصلیشم تا هنوز که ما فهمیدم و شما فهمیدین گفتن ما از نظام کنار رفتم به خاطر از اینکه ظلم و استبداد علیه مردم مظلوم افغانستان به اوج رسیده بود و ما خود را مسئول احساس کردم تا علیه ظلم و استبداد من حیث یک فرزند افغانستان ایستادگی بکنم. اما قسم درست است؟ بدون شد. زمان نام شما در رسانه های اجتماعی دست به دست می شد که شما بیرق یا پرچم سرنگ افغانستان را فکر می کنم آتش زده بودین. خب دوستانی که در جریان بودن و پرچم افغانستان نبود، هر جریان سیاسی از خود یک پرچم و لوگوی می داشته باشه. یک چند اوباش در قسمت های مربوط به آقای یون بودن که پرچمی که مربوط به جریان ما بود و را آتش زده بودن، ما هم در واکنش به گستاخی از اونها یک اعتراضی داشتیم که پرچم حزبی آقای یون با آتش کشیده بودیم، که در محکمه ها ما در اون موردی که ادعای ناحق شده بود که گویا ما پرچم کشور را با آتش زده بودیم، ما در اون قسمت برات گرفتیم. بالاخره به پرچم سرنگ افغانستان شما احترام قائل بودین اون زمان؟ خب به هر صورت پرچم وطن بود، ما به همه ارزش‌های ملی خود احترام داریم. پرچمی که مربوط به جمعیت اسلامی است، چقدر احترام قائل هستین به او پرچم؟ پرچمی که در برابر روزهای متجاوز شوروی مردم کشور ما در حزب جمعیتی که در او زمان بود و جهاد کردن و مبارزه کردن، خون ریختاندن در برابر شوروی و نظام کمونیستی، ما به او ارزش ها و نمادها احترام داشتیم. ولی کسان دیگری که پس از مجاهدین واقعی که در برابر روزها جنگیدن آمدن ارزش های اسلامی را فروختن، با استعمار همگام شدن، و شخصیت ها و کسایی که بودن اونها خودشان پاسخگوی اعمالشان هستن، نزد ما دیگر اونها مسئول هستن، عامل تمام بدبختی اونها هستن. کسانی که زیر پرچم جمعیت اسلامی برآمدن از خانه های خود واقعا در قریه چیز نداشتن، ایره شما هم میفهمین و مردم افغانستان هم ایره سوال میکنن. بعد از این که مسئله سال 2001 و 2002 شد و
حامد کرزی آمد رئیس جمهور موقت شد و رئیس جمهور دوره انتقالی شد و پس از او در انتخابات برنده شد. در این دوره کسانی که زیر پرچم جمعیت اسلامی جهاد کردند گفتم در خانه های خود شاید اگر برای امروز آرد داشتند بر فردا نداشتند. اینا بلدنگا ساختند. اینا موترهای زیری بیشتر از صدها موتر زیری داشتند. موترهای تعقیبی داشتند. اکثرشان کسانی بودند که سرگروه بودند یا قهرمان ملی افغانستان به اونا اعتماد کرده بود. در رابطه با اونا چی میگین؟ چقدر جهاد از اینا درست بوده؟ مجاهد از خود مشخصاتی داره که در کلام الهی از صفات از اونها تذکر داده شده. هر کسی که ریش گذاشت و لنگی به سر کرد و پکل ما نو مجاهد بوده نمیتونه. مجاهد ما همیتون تذکر دادیم صفاتی از مجاهد و مؤمنین که در کلام الله مجید ذکر شده. هر کسی به او پایبند بود مجاهد میماند. در غیر از او هر کسی از حدود الهی پای خود فرا گذاشت و از حتی دایره اسلام خارج میشه. متاسفانه کسانی بودند که پس از احمد شاه مسعود قهرمان ملی کشور رفتن خلاف دستورات الهی با یهود و نصارا دشمنان اسلام دوستی کردند، کشور را در چنگال استعمار قرار دادند. امریکایی‌ها را اینها آوردند، خلاف حکم الله اینها در برابر دستورات الهی قرار گرفتند. اینها به نص قرآن و حدیث اینها از دایره اسلام خارج است. و من یتولهم منکم فانهم منهم، یا آیت متبرک است. کسی که باش از شما با دشمنان الله دوستی میکند و از جمله از اونها هستند. اونها دیگر مجاهد بودند، میتونن اونها از صفی از اون مجاهدینی که در برابر اشغال روس و کمونیسم جنگیدند، اونها از دو صف بودند. میتونن اونها با تاراج دارایی های عامه و با دوستی با یهود و نصارا و سپردن کشور ما به دست اشغالگرانی که ظلم کردند، جنایت کردند، تمام اقوام اینها سرکوب کردند، در حق امت مسلمان بی عزتی کردند. تمام اینها کسانی که پس از احمد شاه مسعود بودند، اینها در این جنایت دست داشتند. متاسفانه در خون نمیقدر هموطن ما که در ولایت جنوبی و شرق و غرب و شمال و جنوب ریختانده شد، اینها مسئول بودند. چرا که اینها یک معامله ننگین بنا انجام دادند و کشور را در چنگال استعمار قرار دادند. اینها دشمن الله و رسول و دشمن مردمش هستند. آقای خراسانی، احمد شاه مسعود قهرمان ملی است و بود؟ بدون شک احمد شاه مسعود یک مرد مؤمن مسلمان و مجاهدی بود که در برابر اشغال روس و کمونیسم جنگید. البته ما روادار با جنگ های داخلی به هیچ عنوان نیستیم. جنگیدن برای اسلام و مؤمن مسلمان در برابر یک دیگر جنگیدنشان اشتباه بزرگ است. ما آنچه گذشته بین برادران مسلمان و جوریان ها که بود ما در اون مورد سخن نمیگیم. هر کسی که انجام داده حال پاسخگوی اعمال خود می باشد. ولی فیلحال ما الحمدلله نصرت و پیروزی و لطف رب العزت شده که یک حکومت اسلامی ایجاد شده و ما مسئول هستیم که در کنار حق بر علیه باطل ایستاده شویم. شما عضو امارت اسلامی هستین؟ الحمدلله ما عضو مجاهدین امارت اسلامی هستیم. امارت اسلامی احمد شاه مسعود را اما قسمه که شما فکر دارین قهرمان ملی میدانن؟ بدون شک دیدگاه بزرگان امارت اسلامی در مورد قهرمان ملی کشور احمد شاه مسعود و مردم پنجشیر و سایر اقوام دیگر دیدگاه بسیار عالی و نیک و از احترام همگی دارند. همگی به بزرگان یک دیگر احترام دارند. نباید که توهین صورت بگیرند. ما تا این دم با بزرگانی که ما در ارتباط هستیم کنام دستور و حرف نامعقول ما به آدرس بزرگان پنجشیر و مردم پنجشیر و قهرمان ملی ما ندیدیم. پس از احمد شاه مسعود فکر میکنین کی تانست مانند احمد شاه مسعود و یا رهروان واقعی احمد شاه مسعود باشه؟ متاسفانه هیچ کی. هیچ کسی نتانست که راه مجاهدین بلند قامت تعقیب کنند. برخلاف آرمان های قهرمان ملی کشور احمد شاه مسعود و مجاهدین واقعی که در برابر روس جنگیدند، برخلاف آرمان های زیاد اینها رفتند در بند تمام ارزش های اسلامی را پامال کردند، کشور را در چنگال استعمار قرار دادند. بسیار تشکر. اخیراً شما و تمام مردم چه که مردم افغانستان چه که مردم جهان شاهد هستند که یگانه فرزند احمد شاه مسعود بلند شده و جبهه مقاومت دوم را تشکیل داده و تعداد از بزرگان سیاسی که مربوط به مقاومت اول بودند اونا همچنان همکاری میکنه احمد مسعود را، اما شما در مقابل از اینا ایستادگی کردین و مردم هم تشویش دارن.
کسی که در پنشیر نان خورد، کسی که در پنشیر آب و هوایش را استفاده کرد و کسی که در پنشیر سرشار گشت و گذار میکرد و یا زادگاه خودش است، همچنان زادگاه قهرمان ملی افغانستان است. اما امروز در مقابل کاروان قهرمان ملی و در مقابل یگانه فرزند قهرمان ملی ایستاد شده، دلیل چی است؟ برای مردم چی گفتنی دارین؟ خب اول باید است که وضاحت بتیم برای مردم کشور ما که کاروان قهرمان ملی نیست. مردمان استفاده جو، مردمانی که با سرنوشت امت مسلمان بازی کردند و هیچ وجه مجاهد مؤمن مسلمان با او را به نص قرآن و حدیث گفته نمیتونیم. ما به احترام به همگی برادران و همگی شخصیت ها و کسانی داریم، ولی در صف حق و باطل که باز در بحث عقیده و چیز باشد، در ارزش‌های اسلامی باشد، ولو که او خواجه صاحب احمد است که پدر ما، هم اگر در برابر ما در صف حق و باطل قرار بگیرد، ما با شمشیر یکی دیگر مقابل میشیم. متاسفانه یک حرکت نامعقول، یک حرکتی که باعث از این میشد که خودشان عامل ریختانان خون خودشان شوند. اینها اگر مقاومت میکردند، اینها اگر مجاهد میبودند، اینها اگر مؤمن مسلمان میبودند، خوب چرا در برابر امریکا نجنگیدند؟ امریکایی که واضحا اشغال کرده بود کشور ما را، هر اون ظلم و جنایتی که از دستشان آمد انجام دادند. اینها نه تنها که در برابر امریکا استاد نشدند، بلکه همینها امریکا را آوردند. همین ها بودند که با امریکایی ها با خارجی ها همدست شده بودند، هر اون جنایتی که میکردند. در حتی امی آقای سالم ما که روی عقده شخصی و خصومت شخصی ما هیچ گاهی حرکتی نمیکنه، یک مؤمن مسلمان البغض لله و الحب لله، امی حدوسی و دشمنی از با خاطر الله میباشد. ما اگر با کسی حرف داریم، در برابر کسی انتقاد میکنیم، خاص بر رضای حق تعالی و به دفاع از ارزش های اسلامی و حقوق مسلم مردم ما کردیم. شما دیدین که اینها در برابر مردم خود، در برابر قوم خود، اینها چی جنایتی را کردن، چی ظلم استبدادی را انجام دادن، چی قدر خوش خدمتی های به درگاه فاشیسم کردن. فاشیسمی که بین امت مسلمان تفرقه انداختن، تعصبات قومی را دامن زدن، یگانه فتنه و فسادی که در بین امت مسلمان کشور ما که با هم برادر و برابر و دارای حقوق مسلم برابر بودن، اینها همین آقای غنی که در رأس یک تیم مفسد دزد بود که تمام بیت المال به تاراج بردن، با سرنوشت امت مسلمان بازی کردند، بجز ثمره خدمتشان ترویج فحشا و بی حیایی و فساد اداری و اخلاقی بود، دیگر شما ثمره خدمت ولی ندیدین. لله الحمد با پیروزی مجاهدین امارت اسلامی شما ببینید که در 32 ولایت کشور فضای امن و صلح و اخوت و برادری برابر است. یگان بسیار اندک مشکلاتی که وجود داره، یا انشالله که با ایجاد یک حکومت اسلامی زیر چتر امارت اسلامی و تطبیق شریعت اسلام، انشالله همگی مشکلات انشالله حل میشد و مردم ما هیچ گونه نگرانی و تشویش نداشته باشند. و او مقاومت یک مقاومت نامشروع است و بغاوت در برابر یک حکومت اسلامی کفر است. و هر کسی که در برابر یک حکومت اسلامی یک حرکت نامعقول و بی نتیجه و یک حرکت غیر منطقی را انجام میدن، خود سزاوار چیز مجازاتند که باید سرکوب شوند. و قاتلوهم حتی لا تکون و فتنه و یکون دین کله لله. کسانی که توجیه میکنن مقاومت دوم را، اونا به خاطر امارت را نمیپذیرن، میگن که به همکاری پاکستان و یا دست نشانده پاکستان هستن اینا. اما شما میگین که اونا همکاری کردن کشور بیگانه را به نام امریکا. اون شما میگین امریکا اونا را کمک کردن و یا اونا حامی آمدن امریکایا بود، و اونا میگن که شما حامی پاکستانیا هستین. خب یک قضاوت نادرست و غیر عادلانه است. بدون شک روابط سیاسی جریان ها و طرف ها و جبهات با کشورهای می باشد، دلیل شکی نیست که پاکستان دوست و برادر و همسایه ماست. ما وجه مشترک نزدیکتری داریم، هم زبانی ما وجه مشترک داریم، هم فرهنگی داریم، هم بیشتر از همه مهم مسلمان هستیم، دو امت با هم برادر و مسلمان. اینها کسانی که مقاومت دوام میکنن، باید از که بازی های استخباراتی را باید از بدانن. اینها همگیشان به شمول آقای صالح و دیگرانشان از استخبارات هند پول میگرفتن، با پاکستان دشمنی ناحق میکردن. ببینین چند میلیون نفوذ کشور ما و شما در پاکستان زندگی میکنن در یک فضای امن. بسیار روابط ما باید از نیک و حسنه و برادرانه داشته باشیم. ما و شما در یک جامعه زندگی میکنیم با همسایه خود، و آیا دشمنی و خصومت همی یک نتیجه مثبت داره و یک پیامد ناگوار داره؟ هر لحظه ما با همسایه نمیتونیم دشمنی، بلکه با ترسیم خطوط
قرمز ما باید روابط حسن و نیک خود داشته باشیم بدون شک. اگر در صف مجاهدین امارات اسلامی کدام برادر پاکستانی باشه، برادر مسلمان از اونها در صف از اوها یهود و نصارا و امریکا و انگلیس بوده، در این صف برادر مسلمان امت، همه امت مسلمان یک امت مسلمان است. اگر برای پیروزی امت مسلمان باشه، برای تطبیق شریعت اسلام باشه، این پاکستانی را مونده که یک افریقایی مسلمان باشه هیچ مشکلی نداره، او برادر مسلمان است. کشوری را که شما میگین برادر و با هم برابر است این پاکستان، اما مردم میگه همین کشور است که از سالیان سال قسمت از خاک افغانستان را غصب کرده و اصلا کوشش میکنن که برای همهش او خط دیورن مربوط به اونا باشه و هیچگاه منحیث یک قرارداد او خط را نشناسن. متاسفانه حقیقت را باید از بیان کنیم. دیورن حق مسلم پاکستان است. در سال 1831 16 اگست بین شاه شجاع، رنجیت سنگ و جنرال افغانستان معاهده لاهور به امضا رسید. دیورن رسما از او دوران تا به این دار که قبلا نظام آقای غنی بود 22 بار برای پاکستان فروخته شده. پاکستان حق دارد از خود از اون اراضی که برش فروخته شده او دفاع کند. او فروخته شده یا برای یک مدت قرارداد شده بود؟ نه خیر، او برشون فروخته شده. اسناد از او در موزیم لندن موجود است. پس شما هم میگین که از خط دیورن به او طرف و یا آنچه که امروز دعوا داره خود پاکستان مربوط به افغانستان نیست، دیگه مردم افغانستان نگویه او از ما است. حقیقت همی است. ما باید از بپذیریم ما سران نظام قبلی برای بر طرف مردم خود چی خدمت کردن که مردمی که چند میلیون برادران پشون ما او طرف هستین بر از او چیزی بکنن. این طرف مردم خود بدبخت ساختن، حال دوای او طرف میکنن. متاسفانه یک جمع جاهل و غلام مزدور هند به نام منظور پشتون امسال هم پول میدادن، یک تشنج را در اونجا ایجاد کرده بودن. اینها باعث از این میشد که همو برادران پشتون ما که در او طرف هم بودن در یک درد سر مبتلا شون و این طرف هم همی جنایتی که آقای غنی در حق برادران قوم پشتون ما کرد به خدا هیچ حاکم پادشاهی انجام نداده بودن. اینها زیر عنوان قطعات 01 و 02 و یا قطعات خاص چنان ظلم و جنایت بدبختی را در حق امت مسلمان و قوم پشتون ما انجام داد که هیچ کسی دیگر در قربانی و ظلم و جنایت را متحقق قبل نشده بودن. منظور پشتون را کی کمک میکرد؟ بنابراین اطلاعاتی که از منظور پشتون وابسته به استخبارات هند و شبکه های استخبارات اجنبی است که یک فتنه را در قسمت انداخته. بیشترین قربانی را در خصوصا دو دهه اخیر کدام قوم افغانستان پرداخت؟ خب همه اقوام قربانی این بازی های استخباراتی بوده و همه مردم کشور ما قربانی شدن. از هر کسی که یک توانش رسید بالای مردم ملت مظلوم بیچاره ظلم کرد، ولی بعد از این هر چی که گذشت ما من حیث یک مؤمن و مسلمان مسئولیت داریم. وقتی در برابر یک نظام نامشروع قبلی مبارزه کردیم و لطف رب العزت نصرت و پیروزی نصیب امت مسلمان شد، این امارت شخصی فردی قومی کسی نیست. این را به هیچ کسی ما من حیث یک مجاهد امارت اسلامی اجازه نمیدیم که کسی امارت اسلامی را قومی مربوط به یک قوم، به یک شخص و به یک فرد بنامه. الحمدلله امارت اسلامی است. همه اقوام شریف، همه اقوام نجیب کشور باید از خود در این شریک بده، به افتخار در زیر پرچم اسلام زندگی کنند، با هم مثل یک برادر اخوت و برابری و برادری داشته باشند و برشان ننگ بود که زیر پرچم استعمار و مزدوران و غلامان و بردگان استعمار میرفتند، ماموریت میکردند و خوش خدمتی میکردند و ظلم و جنایت میکردند، فساد اداری و اخلاقی را ترویج. امروز با افتخار همه تاجیک و ازبک و هزاره و ایماق و بلوچ و پشتون همگی متحدانه زیر پرچم امارت اسلامی بیان آزاد با تامین حقوق مسلمشون زندگی کنند، کسی با کسی کار ندارد. کسانی که استفاده جو هستند، فرصت طلب هستند، مردمانی هستند که بنا به عقده های شخصی جنایت انجام میدن، انشالله که اونها شناسایی میشن از طرف مجاهدین امارات اسلامی و هر کسی که باشد و محکمه میشن و با مجازات میرسن. تشکر. آقای خراسانی، مردم شاهد هستند که یک کلیپ شما مدت پیشتر در رسانه های اجتماعی دست به دست میشد که شما با سلاح دست داشته ایتان یکی از کوچی ها یا چند نفر کوچی با رمه که داشت اونا را اخطار می دادین و از ساحه که مربوط به پنجشیر می شد از اونجا می راندینشان و او زمان می گفتین که اینا کسان هستن، اگر جای بتیم برشان طالب ها را می آرن به پنجشیر
و امطور یک موضوع بود فکر میکنم یکم وضاحت شما اگر بده. خیر، مسئله کوچیا که بود ربطی به امارات اسلامی و طالبها نداشته، متاسفانه مشکلات حقوقی است که در دایم میرداد و بیستودم متاسفانه بعضی برادرایی که کوچیا بودن اونها میرفتن جایداد مردم دیگری را ادای ملکیت میکردن. بنابر اون ما از اون خاطر واره خواستیم که برای چیز مدت اوجا آمدن ادعا کردن سندایی بودن که آقای غنی بر از ملکیت مردم شخصی را ملکیت شخصی مردم را توزیع کردن. با اون خاطر ما خواستیم که مانع ورودشان شویم، ولی باز چون بزرگا علما ای سفیدا از ما درخواست کردن باز ما گذاشتیم که اونها. فکر میکنین او کارتان درست بود یا یک اشتباه بود؟ خب ما با دفاع از حقوق مسلم خود و حق خود و ملکیت خود در برابر هر کسی که تهدید قرار بگیره ما از حق خود دفاع میکنیم. خیلی تشکر. زندگی کردن زیر پرچم امارات در مدت که شما هستین چگونه میگذره؟ الحمدلله زندگی کردن نه تنها ما که همه امت مسلمان کشور خودشان تجربه کردن نمی چند روز که در یک فضای خود برادری، برابری و آرامش. همگی جنگ نیست، برادرکشی نیست، بدبختی نیست. اندکر مشکلاتی بسیار اندکی که از انشالله با ایجاد یک حکومت اسلامی تمامش رفع میشد، مردم در یک فضای خط برادری و برابری آرام زندگی کنند و ما خواهان یک ایجاد واقعا یک حکومت اسلامی با تطبیق شریعت اسلام هستیم و انشالله در راه تطبیق شریعت اسلام و سایر مجاهدین امارت اسلامی سعی و کوشش نهایت خود را میکنیم انشالله. پنشیر یکی از ولایات مردخیز افغانستان، قهرمان خیز افغانستان، پنشیر که قهار آسی را در دامان خود پرورانیده، پنشیر که احمدشاه مسعود را در آغوش خود پرورانیده و همچنان دامنه های کوههای پنشیر کسان را در آغوش خود داشته که سالیان پیش حافظ شناس بودند، مولانا شناس بودند. اما جنگ میان کابل و پنشیر وجود داره یا اختلاف بین پنشیر و کابل وجود داره، این فکر نمی کنین که یک مشکل بسا سخت است که در سالیان فکر می کنم اخیر گذشته نداشته، جز دفعه اول یا مقاومت دفعه اول که با رهبری احمدشاه مسعود وجود داشت؟ این مشکل است که مردم افغانستان را در خود افغانستان و در تمام جهان که زندگی میکنن صدمه روحی رسانده. امی مردم می نویسن و شعار میتن که بالاخره مشکل پنشیر چی میشه؟ یک تعداد عظیم مردم ما در اونجا باقی ماندن، یک تعداد زیاد مردم افغانستان در 30 ولایت دیگه که زندگی میکنن، فقط هوش و حواسشون طرف از است که مشکل پنشیر چه زمان حل میشه، چگونه حل میشه، چگونه کنار یکی دیگه میاین و بالاخره اونجا برادر کشی صورت نمیگیره. خودت منحیث یک جوان پنشیر، منحیث یک مسلمان، منحیث یک افغان، بالاخره پیامت چیست؟ چی میشه سرنوشت؟ سلامت باشین. خب جنگ پیامدش بدبختی است. الله متعال میفرماید و صلح و خیر، و در جای دیگر رب العزت میفرماید که مؤمنان مسلمانان برادر یک دیگران، شما صلح کنید بین شما. ما در چندین پیام ما و که عضو مجاهدین امارت اسلامی و رهبری امارت اسلامی اینها خواهش کردن احترامانه از مردم مسلمان مجاهد پنشیر که شما فریب او توطیه و دسیسه و برنامه و اهداف شوم آقای صالح و یک تیم مفسده که تمام بیت المال و تاراج بردن و اونجا با سرنوشت مردم بازی میکنن و مردم را در یک گرو گرفتیم و در جغرافیای زندان جغرافیایی نگه داشتین و یک حیاهوی ناحق دادن اونجا را، سر و صدای ناحق است. ما پیشتر تذکر داریم اگر اینها جهاد میکردن، مبارزه میکردن، مقاومت میکردن در برابر کفر و استعمار آمریکا استادگی میکردن، در برابر یک حکومت اسلامی و لشکر اسلام، و ظاهرا الحمدلله همه گی ما شما میدانیم که ادعای تطبیق شریعت اسلام است و ادعای ازی است که همه گی حقوق مردم ما تامین میشه. پس بغاوت در برابر همچی یک نظام اسلامی کار اشتباه است. پیام مایی است از مردم شریف و نجیب پنشیری که شما به خاطر چند متاع و پولی که امرالله سالی ما اطلاعات دقیق داریم بر شما میده با سرنوشت خود
بازی نکنید و مطابق بر ارشادات الهی ولایت القبیعیدی که ملت تحلیق خود بعدش خود به حلاکت نندازید. یک حکومت اسلامی مجبور است که اینما پیام امیرخان متقی و دیگر بزرگان و مولای صاحب خطیب و همه بزرگان است. شما پیام مجاهد صاحب و همه بزرگان را دیدین از شبکه که از دیگر بزرگان از تمام کسانی که در رأس امارت اسلامی هستند، پیام واضح و پیام بسیار نرم و خوب و بهتری برای مردم پنجشیر دادن که ما خواهان جنگ نیستیم. خواهان عزیز هستیم که یک چیز برای احترام خون شهدا و مردم شما برای شما قائل شویم، ولی در جای شک نیست، از روی تملق و ترس و حراس نیست. مجاهدین امارت اسلامی جنگیدن. آیت متبرک کلام الله مجید است، کسی که جهاد فراموش کرد الله متعال به عوض از او قوم دیگر قومی را عزت میده و او قومی را مورد مجازات قرار میده. متاسفانه سران پنجشیر خلاف حکم الله اینها رفتن با یهود و نصارا دوستی کردن، الله متعال اینها را ذلیل منفور تاریخ ساخته و قوم دیگری را عزت داده. ولی مردم ما به تمام حقوقشان احترام داریم و خواهش ما از مردم مسلمان مجاهد پنجشیری است که شما خود ابزار دست امرالله صالح که یک آدم مفسد بدین دشمن علما و دشمن مجاهدین هستن نسازین. شما به افتخار پرچم مقدس امارت اسلامی که پرچم اسلام است، پرچم شخصی نیست، پرچم قومی نیست، پرچم فردی نیست، بلند کنید و مسئولین که از امارت اسلامی از خود مردم پنجشیر از اونها میرن تسلیم بگیرن و قرار ده یک فضای اخوت برادری و برابری زندگی کنین. اگر شما بغاوت کنین، اگر شما حیاهوی ناحق به دستور امرالله صالح و افراد دیگری که اینها به خاطر منافع شخصی خود با سرنوشت مردم اوجا بازی میکنن، شما باز حرکت های احمقانه انجام میدین، مجبور است که یک حکومت اسلامی در برابر هر بغاوتگر اقدامات معقول خود داشته باشن. شما گفتین که امرالله صالح معاون نخست رئیس جمهور غنی اونا یک مقدار پول و امکانات بیت المال را به پنجشیر بردن و بر مردم هم توزیع کرده، به همین دلیل مردم امرایشان ایستاد شده. اگر مردم پنجشیر یا جوانای پنجشیر این کار کردن، فکر میکنین که فرزند مسعود هم به خاطر پول ایستاد شده؟ داره جای شک نیست. همگی حرکت ها به خاطر منافع شخصی است. در غیر از او کسی از آدرس امارت اسلامی برای تهدید و سرکوب مردم پنجشیر کلام پلام شومی وجود ندارد. ما پیشتر تذکر دادیم که حرکت غیر منطقی در برابر یک حکومت اسلامی بغاوت است و هر بغاوت کننده حکمش به دستور سرکوب است. احمد مسعود سرمایه داره، خانه خوب داره، خبر داره؟ والا از چیز ثروت و سرمایش ما خبر نداریم. از خود قهرمان ملی چیز و آدم مؤمن مجاهد فقیر بود که چیز باقی نمانده بود. این که اگر اینها دارن و از کجا کردن مربوط به شخصیت خودشان بشه. برمام جالب است، گفتین که امرالله صالح یک مقدار پول برده، شاید به خاطر پول اینا استاد شدن در مقابل امارت اسلامی. فکر نمی کنین در 20 سال اخیر که یک سرگروپ احمد شاه مسعود آل بلدنگ داره و بلند منزل داره و شهرک داره، فرزند مسعود نمیتونه صاحب پول زیاد شه و که حالا به خاطر پول امرالله صالح استاد میشه؟ خب ما در مورد حاجی صاحب احمد با احترام به صاحب شهید نمیخواهیم که حرف دیگری داشته باشیم. پیام ما من است یک برادرشان، قومشان و وطندارشان این است که اینها از الله بترسن، مردم قربانی نسازن. در نیمی چند روزی جنگی که صورت گرفته از هر دو طرف قربانی دادن و ما تأسف میکنیم و خواهان هیچ ریختن خون برادر مسلمان نیستیم. ما اگر ببینیم که از جناح طرف جریان جبهه بالای مردم ما ظلم است و پلان های سرکوب کننده ای باشد، خب ما من حیث یک فرد مؤمن مسلمان مکلف بر دفاع مشروع خود هستیم. ولی الحمدلله این جوانان مجاهدینی که همگی هستن، همگیش جوانای پنجشیر هستن با ما، این خب بیشتر دیگر مجاهدین ما هستن. اینجا تابالی به هیچ کسی سراخ ندارد که کسی از آدرس امارت اسلامی با آدرس مردم پنجشیر کدام بی‌عزتی و بیابروگی و ظلم و ستمی روا داشته باشد. و اینها که به خاطر منافع شخصی است، به خاطر امتیازگیری است، به خاطر ازی است که حرکتشان که ما در حکومتی که ایجاد می شود قرار است ما برای ما سهمی داده شود. برادر شما مردمی بودین که کسانی بودین که با سرنوشت مردم بازی کردین. در این چند مدت سالی که 20 سال کم و بیشتر فرصت براتون داده شده بوده، شما به جز از اینکه به جیب خود و به منافع شخصی خود فکر کردین، در فکر خدمت به وطن و در فکر خدمت به مردم و چیز نبودین. فقط تمام
اما کارنامه هایشان برای همه مردم هویدا و معلوم است دیگه. امروز با گروگان گرفتن سرنوشت یک چهار فرد مظلوم و بیچاره ای که به یک لقمه نان محتاج هستند و همگی در یک حالت چیز غیر نرمال روحی قرار دارن، برای ما تماس های همه وطندارا است که جنگ نشود بدبخت میشه ما دیگه میشه. ما بر از اوها از آدرس مجاهدین امارت اسلامی، من حیث یک مجاهد امارت اسلامی، ما برشان اطمینان داریم که شما مطمئن باشید اگر جنگی هم صورت بگیرد کسی به افراد ملکی و به مردم عام، به عزت و ناموس و خانه و کاشانه کسی به هیچ وجه کسی ضرر نمی رساند. ولی ما خواهش ما از شما ای است که شما فرصت ندهید برای امرالله سالی و دیگر کسانی که به خاطر منافع شخصی خود میخواهند جنگ و برادرکشی را دامن بزنند. باز اگر شما مسئولیت خود انجام ندادید و در برابر زو استادگی نکردید، اگر جنگی صورت بگیرد به خاطر بقای اون چهار تا مفسد، واسه شما خود اما چیز مسبب از ای هستید که یک بدبختی به وجود بیاید. آقای خراسانی، شما از آمار دقیق خبر دارین؟ اخیراً جنگ صورت گرفته میان مقاومت دوم و امارت اسلامی، چند بار جنگ صورت گرفته و آمار مجروحین و کشته شدگان بر شما معلوم است؟ دقیقاً آمار تلفات هر دو طرف بر ما معلوم نیست، چون ما در صف جنگ نیستیم. ما با مجاهدین خود در کابل هستیم، منتظر دستور بزرگان هستیم که بر ما چی مسئولیت میدهند. و مسئولیت ما حال امی است که ما صلح‌خواهی کنیم و پیام برای مردم داشته باشیم که هم مردم که در مرکز زندگی میکنند، سایر ولایت، کسانی که تشویش دارند، به خصوص مردم پنشیر و قوم تاجیک ما، دیگر دوستان و از اقوامی است که اینها با مو شایع پراگنی ها و با مو شما میبینید که اینها چگونه مردم در بین مردم میگفتند که گویا اگر امارت اسلام بیاید و زن های مردم هم بیبرند دختر مردم هم. ولی الحمدلله که شما میبینید که هیچ کسی حق ندارد، به هیچ کسی اجازه داده نمیشود که خدا نخواسته کسی به عزت و ناموس کسی دستاندازی کند. این الحمدلله یک حکومت اسلامی است و برای تطبیق شریعت اسلام است، برای دفاع از ناموس ملی است. این نظام اشرف غنی نیست که او قطعات 01 و 02 میدر آمدند در خانه یک برادر مسلمان، هر به عزتی که از دستشان میامد ظلم جنایت انجام میدادند. از این خاطر ما برای مردم پنشیر پیامی است که تسلیم صلح شوند، پرچم امارت اسلامی را بالا کنند و تشکیل امارت مجاهدین امارت اسلامی که از ولایت پنشیر است میان، در یک فضای صلح و برادری و یک چیز تفاهم تسلیم شوند و اینها در یک آرامش زندگی کنند. تشکر. آمد آمد اژدهی سنبله است. فکر میکنین که اژدهی سنبله مانند سالهای دیگه تجلیل خواهد شد از طرف شما خصوصا؟ خب دیگه مربوط به جوانایی است که در یک فضای آرامتر، در یک فضای منظمتر، اگر تجلیل از خون همه شهدا شود، شهدایی که برای آزادی کشور در برابر کفر و استعمار اینها جنگیدند، و بدون شک ما خواهش ما از بزرگان امارت اسلامی هستند که اینها اجازه بدهند که از روز شهادت قهرمان ملی کشور احمد شاه مسعود در یک فضای خوب و آرامتر و امتر، این طور چیز نظر ما با او کاروانزنی ها و دیگه او نیست و کسی هم کرده نمیتونه، اجازه هم نیست. دیگر اگر یک محافل سیاسی ایجاد میشه و باز اون نظر دوستا و چیز هست و مشران امارات اجازه دارند که او را اجازه میتن نمیتن، و او از نگاه شرعی کدام چیز ندارد. تشکر. حکومت کابل چرا سقوط کرد؟ چرا قلوردوها سقوط کرد؟ چرا در روز دو ولایت سه ولایت سقوط میکرد؟ فکر میکنین که از نگاه نظامی حکومت افغانستان یا حکومت قبلی افغانستان ناتوان بودن؟ خب لشکر و نیرو و اردوی که عقیدتی نباشن، اینها روی یک انگیزه و هدف مقدس برنامه خدا نداشته باشند، باز بدون شک وعده رب العزت از وقل جاء الحق و زهق الباطل، بدون شک وعده الله متعال به این بود که اینها باید است که از ظلم و استبداد و بیعدالتی که اینها بالای امت مسلمان انجام دادن با یک حرکت برقاسای مجاهدین امارات اسلامی، نظام نامشروع کفری اشرف غنی سقوط کردن. تشکر. سوالای کوتاه چند دانه می داشته باشیم و باز گزارش خود را ختم می کنیم. وضعیت که
حدودا فکر میکنم نزدیک به 20 روز میشه که امارت اسلامی آمده. چقدر تغییر میکنه با وضعیت که حکومت قبلی بود؟ خب در نظام گذشته نامشروع آقای غنی و تیم مفسدش همگی شاهد از این بودند که مردم به خاطر یک موبایل به قتل میرسیدند. فساد در ارگانهای حکومتی به اوج خود رسیده بود و آلی الحمدلله مردم در یک فضای آرامش زندگی میکنند و فحشا و بی‌حیایی الحمدلله نیست. شریعت اسلام الحمدلله ظاهراً تطبیق است و فساد اداری و اخلاقی الحمدلله که نیست و اگر ثابت هم شود انشاءالله محکمه و مجازات میشه دیگه. مردم همی که جنگ نیست، همی که بدبختی نیست، همی که قتل و قتال نیست و همه جای 32 ولایت کشور در یک فضای امن زندگی میکنن، اینی خودش نصرت و پیروزی و فتحی است و لطف رب العزت است که یک فرصت برای امت مسلمان داده و یک در آزمون قرار داره ما که ما من حیث یک مؤمن مسلمان مسئولیت ما چی است برای تطبیق شریعت اسلام، برای حاکمیت شریعت اسلام ما باید در کنار مجاهدین استاد شویم، از امارت اسلامی حمایت کنیم. ما با افتخار از امارت اسلامی حمایت میکنیم و از همه امت مسلمان، همه اقوام شریف کشور ما تقاضای میانه بدون ترس و تملق و حراس، این مسئولیت ماست. ما پاسخگوی نزد الله متعال هستیم، ما نزد هیچ فرد و بنده پاسخگوی نیستیم. سرانجام همه ما و شما مرگ است و ما نزد الله متعال باید سرخروی باشیم، نه اینکه از جمع مردمان مفسد و از جمع مردمان ظالم و ستمگر که در رأسش آقای غنی و آقای صالح و تیم مفسدشان بودند که در حق امت مسلمان جنایت بشری را انجام دادند. تشکر. در مورد عبدالله و حامد کرزی هم گفتنی داشته باشید؟ خب دکتر صاحب عبدالله به خاطر ایجاد یک حکومت اسلامی و به خاطر تامین صلح زحمات خود انجام دادند. این که اگر کارهای اشتباهی انجام داده باشند اونا نزد الله متعال پاسخگوی اعمال خود هستند. و آقای کرزی؟ آقای کرزی هم در دوران حکومتش چنانچه قبلا تذکر دادیم نسبت شما کارمندشان بودین. ما خب منیس یک شهروند کشور، منیس یک چیز، ما مامور بودیم و صادقانه وظیفه خود انجام دادیم. اونها اگر اشتباهاتی کردن پاسخگوی اعمال خود هستند. خیلی تشکر از شما، سلامت باشین. اگر چیزی برای گفتن دارین و مطال را نپرسیده باشم از شما میشه بگوین. بخیر و سلامت باشین. با یک بار دیگر میخواییم برای هموطنان عزیز خود پیامی داشته باشیم که فتح و پیروزی امت مسلمان و ختم اشغال باید از اینها سجده شکر ادا کنن که الحمدلله کشور ما کاملا مستقل شده و این حرفای ما کسی نیستیم که مثل بعضی افراد مرتجی و بی‌نصبی ما بیاییم خوش خدمتی کنیم و تملق و چاپلوسی کنیم. لله الحمد ما یک مجاهد آزاد هستیم، با افتخار در امارت اسلامی هستیم، بی‌نصب یک مجاهد امارت اسلامی. پیام ما به امت مسلمانی است که متحد شوند، یک پارچه شوند، از امارت اسلامی حمایت کنند، به هیچ کسی اجازه ندن که افراد و اشخاص با روی عقده های شخصی و خلاف دستورات امیرالمومنین حفظ الله اینها ظلم کنند یا جنایتی کنند. و با مردم پنجشیر هم یک بار دیگر خواهش ما این است که به صلح تن بدهند. این صلح برشان عزت است، این صلح برشان آبرو است و اگر اینها به دستور آقای صالح که یک آدم مفسد است اینها به جنگ و برادرکشی اینها مردم تشویق کنند و در جهالت خود یک ادعای مقاومت نامشروع کنند، باز اینها خود مسئول خود خود هستند و در برابر یک حکومت اسلامی بغاوت کار نامشروع است و بغاوتگران مستحق سرکوب هستند. خیلی تشکر از شما. سلامت باشید. الله اکبر. الله اکبر. الله اکبر. شما بیننده گزارش ویژه ما هستین. یک دنیا سپاس که تا این لحظه بیننده گزارش ما بودین. صحبت های داشتیم همراه با جوان 36 ساله عبدالحمید خراسانی، کسی که حدوداً 2 سال میشه سر و صداهایش در رسانه های اجتماعی بلند میشه و همچنان واکنش های مدنی داشتن. تا گزارش بعد، خدا نگهدار.